چرا جمع بزرگی از مراجع شیعه پیروان آیین بهائی را نجس و معاشرت با آنان را حرام می‌دانند؟ ریشه های بدگمانی تاریخی به بهائیان کجاست؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. در روزهای گذشته دیدار فائز هاشمی با فریبا کمال‌آبادی از رهبران بهائیان ایران خبرساز شد. علاوه بر خانم هاشمی رفسنجانی، جمع قابل توجهی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی که در زندان اوین همبند خانم کمال‌آبادی بودند هم در چند روزی که او به مرخصی آمده بود به دیدارش رفتند و بلافاصله موج حملات رسانه‌های اصولگرا و به دنبال آن گروهی از مراجع قم آغاز شد. فریبا کمال‌آبادی یکی از هفت رهبر جامعه بهائیان ایران است که به اتهام جاسوسی، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به حبس طولانی 20 سال زندان محکوم شده است و در روزهای گذشته بعد از تحمل 8 سال زندان چند روزی در مرخصی بود. اکبر هاشمی رفسنجانی، پدر فائز هاشمی، در واکنش به این دیدار گفت فائز اشتباه بدی کرده و باید آن را تصحیح و جبران کند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی این دیدار را جرم شرعی و قابل تعقیب دانست. همینطور در روزهای گذشته فتوایی از آیت الله خامنه ای بازنشر شد که در آن بهائیان کافر و نجس خوانده شدند. در فتوای دیگر رهبر ایران حکم داده که از هر گونه معاشرت با این فرقه زاله مزله باید پرهیز شود. در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با علی مأموری، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیدنی که از همین شهر با ماست و اینجا در استودیو عبدالمجید مهاجرانی، پژوهشگر فلسفه اسلامی، و عرفان ثابتی، پژوهشگر علوم اجتماعی ما رو طی برنامه همراهی خواهند کرد. بسیار خوش آمد میگویم به هر سه مهمان برنامه. آقای مهاجرانی، اگر مختصراً با این نکته‌ای که الان در مقدمه اشاره کردم شروع بکنیم، اونچه که روشن هست جمع کثیری از علمای شیعه، حالا چه در گذشته چه امروز در قم، اکثریت مراجع شاید بشه گفت بهائیان رو نجس میدونن، کافر میدونن، معاشرت با اونها رو حرام میدونن. علت این چیه؟ فلسفه در واقع این ممنوعیت هر گونه معاشرت با پیروان آیین بهایی از کجا میاد؟ با عرض سلام و جانساری خدمت نجات دهنده بشریت حضرت بقیت الله العظم، مسائلی که نقل میشه دقیقا حاکی از نظرات فقها نیست. فقها معاشرت با فرق مختلف رو ممنوع نمیدانند. بستگی داره این معاشرت بر چه مبنایی است. اگه برای نجات یک انسانی باشه، اصلا کار انبیا این بوده که با فرقه هایی که به یک تا پرستی راهی نداشتند و به نظر اکثر پیامبران راه راست رو نمی رفتن معاشرت کنن و اونها رو نجات بدن. بنابراین فقهای شیعه هم که پیرو به راه انبیا هستن، از معاشرت با یک فرقه خاص ممنوعیت و تحریمی رو ایجاد نکردن. احکام فقهی که بر مسائل استنباطات فقها از کتاب و سنت مبتنیه، اونها مسائلیه که نمیشه تغییر داد و کار فقیه بیان حکم شرعیه، نه ایجاد حکم. بنابراین حکم شرعی رو به مرور زمان نمیشه عوض کرد، ولو اینکه هر زمان یه حکم شرعی خاصی داشته باشه. بنابراین به کار بردن الفاظی مثل نجس و غیر و زارک اینجا معانی خاص خودش داره، ممکنه معنای بدی نباشه. فرض بکنید که الکل هم در اسلام نجسه، توجه میکنید؟ این یک مسئله فقهیه که در تمام ادیان هم هست. مثلا ولی خیلی جا مهاجرانی وقتی از استفتاءاتی که میشه خب خیلی مصداقی و روشن هست. مثلا مقلدین یک مرجع میپرسن که آیا با یک بهایی میشه دست داد فی المثل، و پاسخ این هست که خیر، چون اینها نجسن و معاشرت با آنها حرام هست. یا نپرسش میشه که آیا میشه مثلا با بهایی داد و ستد کرد، پاسخ این هست. مثلا آیت الله سیستانی میگه که چون به هر حال هر داد و ستدی به نوعی تقویت مالی اون طرف هم هست دیگه، میگه که جایز نیست. بله، چون ملت عزیز ایران بالاخره بیننده این برنامه هستن، بنده عرض میکنم که مسائل فقهی
بسیار بسیار دقیقه. با اینکه بنده یه سابقه دانشگاهی دارم، باور کنید از فیزیک هسته یا فیزیک کوانتوم دست کمی نداره، یعنی انقدر دقیقه که باید با همون دقت فقهی برخورد کرد. فقها میگن تشخیص موضوعات با خود فقیه نیست. مثلا این لیوان آبی که اینجاست، شما اگه آیت الله سیستانی یا حضرت آیت الله خامنه‌ای بپرسید که این شراب یا آبه، ایشان نمیگن که این آبه یا شرابه، میگن که اون تشخیصش با شماست. ولی اگه شراب حرامه، فکر کنم اون یه بحث دیگه است. یعنی این که حالا تعیین مصداق باشه، یه بعد اگه مثلا اجازه بدید من مطلب، لذا این که معاشرت با یه فرقه خاصی جایزه یا نه، اون بستگی به نظر مقلد داره. اگر مقلد فکر میکنه که میتونه این طرف رو جذب بکنه، هدایت بکنه به اون مسیری که فکر میکنه درسته، اصلا معاشرته شاید واجب هم باشه. ولی در غیر این صورت، در غیر این صورت اگر فکر بکنه خطری برای خودش هست یا برای جامعه‌ای که در اطرافش زندگی میکنه هست، خب نباید بکنه. این حکمش به این صورت بیان. ولی برهم تو که اشاره کردم، خیلی از مراجع آیت الله بهجت، آیت الله مکارم، آیت الله صافی، تمام اینها خیلی روشنه. آیا معاشرت میشه کرد؟ میگن نه خیر، معاشرت با اینها جایز نیست، حرام، نجسن، ناپاکن، کافرن. این خیلی روشنه دیگه. یعنی این که شما بفرمایید حالا این اصطلاحاتی هستند که خیلی فنی، ولی به هر حال اینها برای عامه مردم مقلدین گفته میشه، تک تک شهروندان که ضرورتا متخصص علوم اگر بودن که دیگه تقلید نمیکردن. بعد من با تمام ارادت که خدمت تمام عزیزانی من جمله شما که به ایران علاقمند هستید و ما رو اینجا محبت به ایران دور هم جمع کرده، این مطلب میگم که نه، من با این نظر شما مخالفم. علما هرگز چنین فتوایی به این صورت ندادن که خیلی وسیع باشه. بعد فتواها رو دقیقاً از توی رساله ها آورد بیرون، اون موقع میشه روی صحبت کرد، والا نمیشه به ساعت مقدس فقها نسبت داد که اونا گفتن این. آیت الله مکارم شیرازی الان یه موضوع خیلی روشن و مشخص، خب فائزه هاشمی رفته به دیدار خانم کمال آبادی، نیم ساعت، یک ساعت، حالا یک ربع نمیدونم، به هر حال یک دیداری از ایشون کرده. یه مورد خیلی روشن و مشخصه و آقای مکارم شیرازی به عنوان یک مرجع تقلید حکمشون این هست که این دیدار جایز نبوده، جرم هست و قابل تعقیب و به لحاظ شرعی هم طبیعی. یعنی این دیگه خیلی روشنه، نیازی به تفسیر نداره. بله، ایشون نظر در این مورد نظر شخصی خودشونه بیان کردن. البته مسئله دیدار دو خانوم، اون به ماهو کم علما میگن، خیلی مهم نیست. مهم اینه که این در چه بستری انجام شده، که بنده نظر خودم رو راجع به کلان این مسئله و طرحش در جامعه بعداً عرض خواهم کرد. پس در واقع شما فکر می‌کنید که در واقع این مراجع اشتباه نمی‌کنن، در که من فعل مثلا از اون فتوا اشتباهه، درسته؟ اتفاقاً مراجع خودشون در کتب اصولی میگن که مرجع ممکنه خطا بکنه، تنها کسی که خطا نمیکنه وجود نه در این مورد مشخص دارم از حالا چیزی شاید در دوره بعد. بیشتر بعدی بتونیم بیشتر، من منظورم در این حکم مشخص هست دیگه، یعنی حکم نجس و کافر بودن بهای. ولی اجازه بدید، در صریح قرآن هست که انما المشركون نجسون، این صریح آیه قرآنه. ولی اینجا تفسیر شده، بعضیا گفتن منظور پلیدی معنویه، یعنی کسی که برای خدا پارتنر و مشر و شریکی قرار بده بسیار. اون از نظر افکارش افکار فاسدیه. به هر حال ما جامعه بهاییان رو غالب علما مصداق این بله. آیه میدونن، این رو تا اینجا رو میپذیریم. آقای ثابتی، شما به عنوان کسی که به هر حال پیرو آیین بهائی هستید، در ایران هم زندگی کردید، همکیشان شما در ایران زندگی می‌کنند، این نوع فتواها چه مشکلاتی رو، آیا اصولا مشکل ایجاد می‌کنند برای بهائیان؟ بله کاملا. یعنی اصل این که شما ببینید تنها در صورتی میگن با بهائیان یا اصلا گروه‌های دینی دیگه شما حق دارید معاشرت کنید که بخواید اونها رو به راه راست هدایت کنید، یعنی خودشون رو امت ناجیه میبینن. یک خود برتربینی خیلی واضحی وجود داره که ما تنها سالکان صراط مستقیم هستیم و بقیه زال و مزلن، حالا به درجاتی مسیحی ها و یهودی ها
کمتر از بهایی ها مزلن، بهایی ها دیگه از همه بیشتر زال و مزلن، ما در صورتی با اینا میتونیم معاشرت کنیم که اینا رو به راه راست بریم. یعنی دنیا در جهان بینی غالب اسلامی یک اندکی از روشنفکران دینی و یا یه اقلیت قلیلی از علمای اسلامی نظر خوشبختانه دیگری دارن، ولی اکثریت دارالاسلام و دارالکفر میبینن و این مفاهیم ما قبل دنیای مدرن هست. و خب شما در دنیای مدرن مفهوم شهروند دارید، نمیتونید بگید که یک شهروندی رو شما باهاش معاشرت نکن به کلی، یا تنها در صورتی با او معاشرت کن که بخوای او رو به راه راست هدایت کنی. یعنی اصلا اون با برابربینی انسانها کاملا در تغایر و تضاد هست. یعنی در مورد بهایی آقای ثابتی، الان من برای شما بخونم، حجت الاسلام طباطبایی در همین داستان گفتن که دیدار کردن چند نوع است. به طور مثال دیداری حجتیه با بهایی ها داشت که برخی وارد این فرقه می شدن و خودشان را مسلمان نشان نمی دادند، حتی تغییرات زیادی در این گروه دادن، تنها به این دلیل بود که میان آنها نفوذ مثبت داشته باشند و آنها را، یعنی بهایی را بشناسند، تا بعدها آنها را دستگیر کنند. یعنی یک روحانی و همشون همینطور هستن، میگن شما برید نفوذ کنید، دروغ بگید، جاسوسی کنید که بعد اینا رو دستگیر کنیم و بعد از انقلاب اتفاق افتاده اعدام کنیم باهایی رو. اینو تشویق میکنه، ایشون استاد اخلاق جاسوسی رو تشویق، و بعد میگه اگر کسی بخواد مثل خانم فائزه هاشمی رو اشاره فرمود فائزه هاشمی دوستی بکنه، قطعا گناه کبیره مرتکب شده است. دیدار خانم هاشمی با یکی از سرکردگان فرقه زاله بهائیت با فرهنگ شیعی و اسلامی ما همخوانی ندارد و زننده است. یه نکته‌ای که حالا شما بحث اعتقادیش رو اشاره کردید، ولی مسئله فقط هم جنبه اعتقادی مخالفت که با بهائیان در ایران میشه نداره، یه مقدار بحث‌های تاریخی هم در واقع درش هست. در همین مورد مشخص بهائی‌ها در ایران، جامعه بهائیان ایران بعد از انقلاب، هیئت رهبران ایشون در ابتدای انقلاب، اون موقعی که انقلاب شد، بلافاصله بعدش اینا روبوده شدن، معلوم هم نشد، فرض بر این هست که کشته شدن و بخش عمده از اینها. بعد از اون دو گروه رهبری دیگری هم که انتخاب شد اعدام شدن. الان اونچه که ما شاهدش هستیم در واقع به عنوان جامعه بهائیان ایران شناخته میشن یا معرفی میشن، منتسب بیت العدل هستن در حیفا در اسرائیل. یعنی این میپذیرید که به هر حال این بدگمانی رو ایجاد میکنه برای خیلی ها که گویا به هر حال یک دین یا یک آیینی هست که سررشتش در اسرائیل هست، کشوری که با ایران دشمن هست. خب بهاءالله رو دو سلطان عثمانی عبدالعزیز و ناصرالدین شاه قاجار، دو سلطان مسلمان، یک ایرانی رو تبعید میکنن از ایران به بغداد، بعد از بغداد به استانبول، از استانبول به ادرنه و بعد به عکا که در اصل پینال کلونی، یک جایی بوده که مجرمین به عثمانی رو به اونجا میفرستادن و به حالا سالها اونجا در زندان، بدترین زندان بوده، فرزندش اونجا میمیره و خودش هم بالاخره در اونجا در زندان در عکا که بخشی از قلمرو یک امپراتوری اسلامی بوده از دنیا میره و به خاک سپرده میشه. فرزندش عبدالبها هم در اونجا به خاک سپرده میشه. بقایای پیکر باب هم که در ایران اعدام شده به اونجا برده شده. یعنی این زمانی بوده که اصلا اینجا فلسطین بوده، در قلمرو حکومت‌های مسلمان بوده و بهائیانی اونجا از جمله بنیانگذار پیامبر آیین بهائی در اونجا از دنیا رفته، اونجا اصلا اسرائیلی نبوده، 80 سال قبل از تشکیل دولت اسرائیل بوده در اونجا و بهائی ها اونجا شده مرکز روحانی و دینیشون، هیچ ربطی به تشکیل حکومت اسرائیل نداشته. اتفاقا وقتی که دولت اسرائیل اونجا تشکیل شده، رئیس اون کمیسیون سازمان ملل متحد مکاتبه میکنه با شوقی افندی، رهبر وقت جامعه بهائی، و شوقی افندی به صراحت میگه ما در میان بهائیان هم کسانی داریم با پیشینه اسلامی هم با پیشینه یهودی، ما خواستار آشتی همه ملل از جمله این دو گروه هستیم و اصلا ما در این مخاصمات داخل نیستیم. الان هم در اسرائیل فقط همیشه حدود 600 تا 700 بهائی که از سراسر دنیا میرن در مرکز جهانی بهائی باغبونی میکنن، کارهای دفتری اداری میکنن. هیچ شهروند بهائی در اسرائیل نداریم و همه هم یک تا پنج سال اونجا اصلا میرن. و نکته مهم اینه که جامعه بهائی اصلا از هیچ جامعه غیر بهائی کمک مالی نمیگیره که فکر کنیم از دولت
که اسرائیل به هیچ جایی ارتباطی به هر حال نداره، صرفا یه دلیل تاریخی داره. این اتهامی که به بهائی ها میزنن شبیه این هست که بگیم که مسلمانانی که میرن به ایرانی که به عراق به عتبات عالیات یا به عربستان، چون میرن اونجا زیارت یا چون اونجا زیارتگاه های اسلامی اونجا هست، اینا جاسوس عراق هستن یا جاسوس عربستان. یعنی 80 سال پیش از اون دو سلطان مسلمان با حالا رو اونجا تبعید کردن زندان، اونجا از دنیا رفته، آرامگاهش اونجاست، زیارتگاه بهائیان جهان هست. به جنبه‌های دیگر ماجرا، آقای مأموری، در جامعه ایران این روشن هست که به هر حال یک سری باورهایی وجود داره درباره آیین بهائی و پیروان در واقع آیین بهائی، مواردی که حالا بخشی از اینها به هر حال از منبرها یا جاهای دیگر در جامعه وارد شده، ولی نکاتی هست مثل مثلا ازدواج با محارم فی المثل، یا اینکه اینها به اصطلاح موحد نیستند و الله رو خدا مثلا میدونن اینها، و این خب یه بدگمانی های رو ایجاد کرده. ریشه های این بدگمانی رو شما در کجا میدونید؟ یعنی چرا این اختلاف بسیار شدید، یه نوع دشمنی عجیبی وجود داره بین بهائیت یا آیین بهائی و تشیع؟ اگه از بدید خیلی کوتاه من یه کامنت خیلی کوچیک داشته باشم در مورد دیدگاه فقیهان در مورد بهائی ها. دیدگاه در واقع که نقل شد دیدگاه 100% و مطلق همه فقیهان نیست. ما فقیهان متعددی داریم که دیدگاه اون چه که آقای مهاجرانی فرمودن مقصودتون هست؟ منظورم یه چیزی متفاوته از اونه، این که اساسا اعتقاد به نجاست اونها رو از اساس ندارند. برای مثال فرض کنید آیت الله سید حسین صدر سال گذشته 2 سال قبل فتوای به شکل صریح یاد کردن از اینکه بهائیان طاهر هستند و با اونها روابط انسانی باید برقرار بشه. آیت الله شیخ ابراهیم جناتی متفاوت از شیخ احمد جناتی، ایشون اعتقاد به طهارت ذاتی انسان دارن، یعنی همه انسان ها از همه ادیان و فرق و مذاهب پاک هستند. مرحوم سید محمد حسین فضل الله اعتقاد به طهارت ذاتی انسان ها داشتن. آیت الله منتظری قبل از مرگ ایشون مبحث شهروندی، حقوق شهروندی بهایا رو به هر حال مطرح کردن. دیدگاه ها متفاوت و متنوع هست و فکر میکنم درست نیست که ما یک دیدگاه مطلق در واقع نجس انگاری رو به همه فقهای شیعه نسبت بدیم. اما در خصوص سوالی که فرمودید، من تصورم اینه که در واقع این برمیگرده به مشکل و چالش اصلی که در اصل پیدایش در واقع دیانت بهایی ما داریم، و همین مشکل در واقع به نوعی مذهب تشیع هم با اهل سنی ها داره. سنی ها تشیع رو نوعی در واقع زایده انحرافی، یک پیدایش انحرافی از درون خودشون در نظر میگیرن. ما اسلام اصلی و حقیقی هستیم و در واقع تشیع از درون ما به نوعی بیرون اومد و یک قرائت انحرافی. شبیه همین دیدگاه هم در بین در نگاه رسمی شیعی نسبت به بهائی وجود داره، از لحاظ اینکه پیدایش اونها منشأش در بابیه و پیش از اون در شیخیه بوده و اینها قرائتی از تشیع بودن، به تدریج تبدیل به یک دیانت مستقل شد. این سبب این شده که در واقع نوعی نگاه چالش انگیز و رقابت بین این دو طرف ایجاد بشه. هدفی رو که من میتونم درک بکنم از قائل شدن به نجاستشون و از در واقع طرد کردنشون بالاتر از نجاست، نجاست ممکنه کسی بر مبنای فقهی مثل آقای مهاجرانی در واقع تبیین بکنه، یک دیدگاهی در جای خودش قابل طرحه، اما چیزی بالاتر از این که حتی معاشرت با اونها نکنیم، این موضوع بالاتر از صرف موضوع طهارت نجاست فقهیه، بلکه به نوعی تلاش در ایجاد ایزوله کردن اونها، جداسازی فرهنگی، تطهیر فرهنگی و مسئولیت دادن جامعه اکثریت از این که در واقع افرادی از این جامعه برن به سمت بهائیت در واقع بگرایند. وقتی تاریخ آیین بهائی رو بررسی میکنیم میبینیم که آیین بهائی به ویژه در دوره آغازینش چالش جدی در جذب افراد بسیاری از جامعه شیعی رو برای در واقع شیعیان ایجاد کرد. خیلی از افراد به اونها پیوستند و در واکنش به اون فقیهان به نوعی ایجاد یک نوع دیوار در واقع برای جدای بین دو طرف که بتونن مسئولیت بکنن از پیوستن افرادی از درون جامعهشون به این آیین. آقای مهاجرانی، آیا قبول دارید که یه اتفاقی به هر حال در جامعه ایران در حال رخ دادن هست، یعنی اینو تغییری هست، علارغم اینکه البته شما اشاره فرمودید، آقای مأموری هم تاکید داشتن، اون چیزی هم که من گفتم اسم بردم از مراجعی که، یعنی مقصدم این نبود که همه مراجع، گروهی از مراجعی که در ایران به هر حال صدای بلندتر رو دارن در قم، عرضم این بود که اینها در واقع نجس میدونن، از جمله رهبر آیت الله خامنه‌ای. ولی با وجود
تمام این فتواهایی که به هر حال معاشرت یا هر نوع رفت آمدی سلام علیک یا دست دادن نمیدونم خرید و فروش که اینها رو حرام و غیر مجاز میدونن، با وجود این ما میبینیم که امروز یکی از رهبران جامعه بهائی خانم کمال آبادی وقتی که بعد از 8 سال زندان میاد مرخصی، یه جمع خیلی قابل توجهی از خانم هایی که قبلا همبند اینها بودن، اینا خب خانم هایی که شیعن مسلمونن ولی به هر حال یا روزنامه‌نگار بودن فعال سیاسی بودن در زندان بودن و اینها پا میشن میرن به دیدار ایشون. آیا این یک نوع در واقع اون اعتباری که فقه و فقاهت در ایران داشت و به نوعی زیر سوال نمیبره، الان این ستون در واقع فقهی جامعه به یک معنا نمیشه گفت که ترک برداشته، چون جمعی از شهروندان که مسلمانن شیعن به هر حال اعتنایی به این فتواها نمی کنن؟ نه خیلی، به هیچ وجه به این معنا نیست، بلکه هرچه ما به دوران ظهور نجات دهنده بشریت آقا امام زمان نزدیک میشیم، قطب بندی گروه ها از نظر کیفی بالا میره، یعنی مؤمنین خالص جدا میشن با کیفیت بسیار بسیار بالا و انسانی و نجات دهنده و نیروهای ضد انسانی نابود کننده. وقتی من میگم نیروهای ضد انسانی منظورم یک فرقه خاصی نیست، من مثلا دونالد ترامپ هم یک نیروی ضد انسانی میدونم و خطر برای صلح جهانی میدونم. این نیروهای ضد انسانی جدا میشن، همون کسی که بمب اتم روی مردم ژاپن انداخت اونم من نیروی ضد انسانی میدونم. هرچی ما به دوران ظهور نزدیک میشیم کیفیت نیروهای مؤمن بالا میره و این گروه بندی و دوگانگی حق و باطل بیشتر میشه تا نهایتا به پیروزی حق منجر میشه. در این مورد مشخصهای لذا بله، ستون و استوانه فقه در جامعه تشیع ترک بردار نیست و ترک بردار نخواهد بود، بلکه تا گریزد هر که بیرونی بود. کسانی که به اون درجه عالی ایمان نرسیدن که خودشون رو و جانشون رو و ارواحشون رو فدای نجات بشریت بکنن که از طریق امام زمان علیه السلام انجام خواهد شد، اینا جدا میشن. بسیار. یعنی شما چون این دیدارهایی رو ضرورتا به معنای بی‌اعتنایی به فقه نمیدونید، یا نه فکر میکنید که اینها هن که جدا شدن در واقع از این بدن؟ اگر اجازه بدید نظر، چون خیلی زمان محدودی از برنامه مونده آقای ثابتی، آیا تفاوت نگاهی در جامعه، یعنی منظورم حالا نگاه رسمی نه، مردم عادی که به هر حال مردم کوچه و بازار، آیا تغییری در نگاه اینها به جامعه باهائی دیده میشه؟ خیلی مختصر. بله، به طور مشخص تا شاید 10-15 سال پیش باهائی ستیزی خیلی کار بی هزینه یا کم هزینه ای بوده، فقیهان از بالای منابر و مساجد در مساجد و هیئت های مذهبی و رسانه ها و صدا سیما هر اتهامی میخواستن از تاریخخانه ذهنشون به باهائی ها در اصل معطوف میکردن و هزینه ای هم نمیپرداختن در افکار عمومی. اما در 10-15 سال گذشته هم به جهت گسترش رسانه های همگانی مخصوصا فضای مجازی و هم به دلیل همین معاشرت های عملی، ارتباطات حقیقی که میان باهایی ها و غیر باهایی ها برقرار شده، اصلا اون فضا دگرگون شده. یعنی الان حتی اون فقهایی که به شدت باهای ستیز هستن خیلی تقیه میکنن یا محتاطانه نظرات ضد باهای خودشون رو مطرح میکنن، چون که میدونن در افکار عمومی مقبولیت چندانی ممکنه بین 15-20% جامعه که معلومه بله محبوبیت داره، اما در بین 70-80% جامعه اون محبوبیت رو نداره. همین رکتر اگه اجازه بدید از آقای معموری به عنوان آخر سال معموری هولوش 1.5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، ولی فکر کنید که آیا واقعا این تحولی که حالا در نگاه جامعه اونطوری که آقای ثابتی اشاره کردن اگر ایجاد شده، حالا بحث رسانه ها موارد دیگر، آیا این میتونه به نوعی تأثیری بذاره روی نگاه فقها در واقع حالا فتاوایی که صادر میکنن در مورد جامعه باهائی یا حالا دیگر اقلیت های دینی؟ در دراز مدت قطعا. بذارید من یه مثال از در واقع فضای داخلی و حوزه علمی قم برای شما عرض بکنم. اگر طبقه مراجع بزرگ بیایم پایین تر در طبقه اساتید در واقع درجه یک و طلاب و فضلای در واقع سطوح عالیه و بحث خارج حوزه علمی قم، 20 سال گذشته اگر کسی میخواست یک کتابی در مورد بهایی‌ها پیدا بکنه تقریبا غیر ممکن بود، و
ولی الان مراکز در واقع مطالعات بهایی که البته با هدف معارضه و نقد و اینها تأسیس شده و ولی منابع زیادی رو در اختیار طلاب گذاشته که الان میخونن، اینترنت منابع زیادی رو در اختیار افراد گذاشته. وقتی شما وارد این طبقات میشید میبینید که دیدگاه ها متفاوته و آن دیدگاه در واقع چندان سفت و سخت و شکننده رو که در بیان طبقه قبلی در واقع میبینیم الان حتی در سطح طلاب جوان و روحانیان میانه هم وجود نداره و این نشان دهنده اینه که در آینده نه چندان دور ممکنه به تدریج شاهد یک تغییر در این دیدگاه باشیم. و فکر میکنید که آیا در سطح مراجع هم این اتفاق ممکنه بیفته؟ البته خب به موارد اشاره کرد که این اتفاق همین الانش هم افتاده، ولی آیا این میتونه عمومیت پیدا کنه؟ خیلی کوتاه در چند جمله من فقط اشاره بکنم که آیت الله سیستانی ازشون نقل یک دیدگاهی رو کردی، چنین دیدگاهی ازشون در مورد بهایا وجود نداره، هیچ استفتای ازشون و فتوای ازشون در واقع صادر نشده در این مورد. اما در خصوص در واقع موضوع بهاییت خیلی از فتاوای فقهی همینطور بوده. 50 سال گذشته کمتر فقیه رو پیدا می‌کرد قائل به طهارت اهل کتاب بود. مسیحی‌ها و یهودی‌ها هم نجس بودن. امروز اغلبیت فقها قائل به طهارت اونا هستن. 100 سال گذشته در واقع به سختی میشد مثلا در مورد خیلی از فتاوی، اینه در مورد بهایی هم من تصورم اینه که در آینده نه چندان دور در واقع دیدگاه غالب تجدید نظرگرانه در بین فقها رایج خواهد شد. آیت الله سیستانی رو فکر کنم اشاره کرد آقای معمولی، اون چیزی که من دیدم در واقع ازشون استفتا شده که آیا اگر معامله با بهایی یا به تقویت اونها بی انجامه جایز هست یا نه، که آیت الله سیستانی در واقع پاسخش این هست که با اون چیزی که در سوال مفروض هست جایز نیست، که در واقع درک من این هست که چون این معاملاتی رو جایز نمیدونه. به هر حال خیلی متشکرم علی معموری علی معموری، عبدالمجید مهاجرانی و همینطور عرفان ثابتی، خیلی متشکرم از هر سه آقایان و ممنونم از شما که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. این برنامه مانند برنامه‌های دیگر ما برای مدتی در صفحه 2 در وبسایت BBC فارسی در دسترس خواهد بود. آدرس ما هست bbcpersian.com، آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/صفحه 2. هر طریق وبسایت همینطور از طریق فیسبوک میتونید با ما در تماس باشید. این برنامه رو همینطور روی کانال یوتیوب ما هم مجددا میتونید ببینید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتان خوش. خیلی ممنون.